نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی روز دوشنبه هفتم ربیع الثانی سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظمی شیرازی در این نشست تاکید فرمودند در روایات متعدد براءت همچون ولایت از توابع اصول دین است و مرحوم علامه مجلسی روایات زیادی در بحار الانوار در این زمینه نقل کرده است و علاوه بر آن در تعداد زیادی از آیات قرآنی ذکر شده که ولایت به تنهایی فایده ندارد و بایستی همراه با براءت باشد. با توجه به این که انتقام در برخی از موارد ناپسند اما گاهی ممدوح و حتی در پاره ای از موارد واجب است، چرا که یکی از برترین جلوه های تولا و تبرع است. معظم الله در رابطه با معنای السلام علیک یا سار الله و ابن ساره فرمودند سار الله اشاره به امام حسین علیه السلام و ابن ساره اشاره به امیرالمؤمنین صلوات الله دارد که معنای مناسب تر آن بدین گونه است: سلام بر تو ای کشته‌ای که خداوند برای تو انتقام طلبیده و خونخواهی می‌کند و پسر کسی که خدا برای او انتقام طلبیده و خونخواهی او را می‌نماید. ایشان در ادامه با اشاره به استفاده مجازی از برخی تعابیر برای ذات خدای متعال همچون بیت الله و ید الله فرمودند سار الله که معنای آن خون خداست، در اینجا به صورت مجازی استفاده شده است، مانند بیت الله، با آنکه خدای متعال احتیاج به بیت ندارد اما به مکانهای همچون کعبه و مسجد لقب بیت الله و خانه خدا دادند، لذا تعبیر سار الله همچون موارد دیگر به خدا نسبت داده شده است. آیت الله العظمی شیرازی با اشاره به معنای الوتر الموتور فرمودند وتر به معنای تنهایی است و اختصاص به حضرت سید الشهدا دارد، با آنکه در سار الله اشاره به ابن ساره شده است اما در اینجا این صفت فقط برای امام حسین ذکر شده است و به معنای آن کسی است که تنها او انتقام خونش گرفته نشد، چرا که امیرالمؤمنین انتقام از قاتل خود گرفتند اما سید الشهدا از قاتل خود انتقام نگرفتند. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم. آره، اما نه، وتر موتور یعنی وتر یعنی لم یؤخذ. حضرت امیر اخذه اما کافی نیست اون اخذه. لهذا ثار الله و ابن ثاره یعنی اینجور که گفتم معناش اینه خونخواهش خداست، خدا طرفه. این همه معصومین همینه. اما امام حسین علیه السلام قاتلشون همون وقت به عنوان چیز کشته نشده، بعد مختار کش که تو روایت داره، اینا کافی نیست. بله بله، آخه وتر در لغت عربی یعنی چی؟ اینجور گفتن، یعنی تو کتب لغت وتر یعنی کسی که انتقام قاتلش گرفته نشد. او کشته شدنها کافی نبود، یعنی از این جهت. ولهذا ثار الله و ابن ثاره، نه وتر الله و ابن الموتور، نه الوتر الموتور تنها امام حسین علیه السلام.